سلام بچه‌ها امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه امروز میخوام یه چیز خیلی باحال بهتون معرفی کنم که خودم خیلی ذوق و شوقش دارم و دوست داشتم حتی خودم هم واسه این دوره ها شرکت کنم اما واجد شرایط نیستم ببین در راستای اون ویدیوهایی که بهتون گفتم اگر این کارا رو انجام بدین شانس شما برای بورسیه گرفتن میره بالاتر این دوره هایی که حالا تو دانشگاه هاروارد برگزار میشد که ویدیوشو قبلا ساختم لینکشو میذارم این بالا رو این علامت تعجبه کلیک کنین در مورد اون توضیح دادم یا حتی یه سری ویدیوهای دیگه که شما چه مواردی رو باید رعایت کنین تا بتونین بورسیه کامل بگیرین حالا از هر کشوری که خودتون تمایل دارین اما یکی دیگه از اون موضوعاتی که مرتبط با این داستان اینه که یه سری دوره ها رو داره برگزار میکنه دانشگاه کالیفرنیا یونیورسیتی آف کالیفرنیا لس آنجلسش میشه UCLA که یکی از دانشگاهای برتر دنیاست همیشه جز 50 تا دانشگاه برتر دنیاست یه سری دورای کارآموزی داره برگزار میکنه که اگر شما تو این دورها شرکت کنی نه تنها برای رزومت خوبه نه تنها هر جای دنیا که بخوای اقدام کنی برای حالا ارشد دکترا بورسیه گرفتن در کل وضع رزومت خوبه شرایطت بهتره حتی تو همین دوره که میخوای بریم کارآموزی رو انجام بدی کلی چیزا یاد میگیری و یه سفر رایگان هم داری پس شرایط خیلی خوبیه اگر واقعا شرایطش رو دارین حتما واسهش اقدام کنین بریم در مورد اینکه که ببینیم اصلا چه شرایطی داره داستانش چیه پروژه چیه و خیلی چیزای دیگه اما قبل از اون یه خواهشی ازتون دارم اگر این ویدیو واسهتون مفید بود حتما لایکش کنید و اگر تو دور و میدونین کسایی هستن که واجد شرایطش هستن و دلشون میخواد که برای یک دوره کارآموزی به کشور این یعنی کشور آمریکا مهاجرت کنن حداقل برای دوره کوتاه مدت حتما این ویدیو رو واسهشون بفرستین اگر دوست داشتین من رو هم تک کنین و حتما به این خبر بدین که اینو با بقیه به اشتراک گذاشتین چون به شدت خوشحال میشم از این کار قشنگی که شما انجام بدین. یه توضیح کوچولو هم از خودم بگم من سویل هستم سال 2015 اومدم هلند واسه مقطع ارشد با بورسیه کامل بعد از اونم مشغول به کار شدم توی یکی از شرکت‌های تکنولوژی هلندی که البته یک شرکت بین‌المللیه و نزدیک 4 5 سالی هستش که مشغول به کارم و توی این کانال هم از تجربه خودم از بورسی گرفتن، کار پیدا کردن و زندگی در هلند و خیلی چیزای دیگه که حالا از تجربه های خودم باشه و احساس کنم ارزش به اشتراک گذاشتن داشته باشه ویدیو ضبط می‌کنم. اگر این تیپ ویدیو جالب و مفید هستش روی این دکمه قرمز که نوشته سابسکرایب کلیک کنین، عضو این کانال بشین. یه دکمه زنگوله بغلش هست اونو کلیک کنین که اگر یه سری ویدیوها اومد عین این, این ویدیو امروز که ددلاین داره و تا یه تاریخ خاصی اعتبار داره که شما اقدام کنین واسش اون زنگوله بهتون کمک میکنه که ویدیوها رو آن تایم سر تاریخ خاصی که هستش تماشا کنین و اگر باید اقلامی انجام بدین میتونین به زودی اقدام کنین واسش اما بریم سراغ اینکه این دوره کارآموزی اصلا چی هست از کی تا کی هستش ددلاینش کیه واسه چه رشتهایی هستش و در مورد اینا صحبت کنیم ببین اول از همه این دوره توی دانشگاه یونیورسیتی آف کالیفرنیا لس آنجلس برگزار میشه یو که یکی از بهترین دانشگاهای دنیاست تو شهر لس آنجلس یا همون تهران خودمون که میگن تو محله بیورلی هیلزش که حالا یکی از محله های پولدار لس آنجلس هستش نزدیک 20 درصد از جمعیتش حداقل ایرانی هایی هستن که اونجا مهاجرت کردن زمان انقلاب سال 57 مهاجرت کردن به آمریکا و خلاصه لس آنجلس شهری هستش که اگه برین حتما بهتون خوش میگذره اما این دوره کارآموزی چیه ببین تو این دوره کارآموزی به شما بلیت رفت و برگشت حالا از کشوری که هستین به آمریکا میدن شما رو حمایت ویزا میکنن یعنی برای ویزا گرفتنتون خودشون ساپورت میکنن شما رو حمایتتون میکنن هزینه محل اقامتتون رو به طور کامل پرداخت میکنن هزینه وعده های غذایی که اونجا داشته باشین به صورت کامل پرداخت میشه و کمک هزینه 3500 دلاری هم بهتون میدن یعنی تو اون مدتی که اونجا هستین یه کمک هزینه 3500 دلاری هم بهتون میدن شرایطش به شدت عالیه شما حساب کن واسه مدت 9 هفته ای یا حدوداً دو ماهی داری میری اونجا و قراری تو این دوره کار کلی چیزهای مختلف یاد بگیری رزومت رو تقویت کنی و تجربه زندگی در شهر یعنی لس آنجلس که یکی از شهرهای قشنگ آمریکاست رو داشته باشی در مورد طول این دوره کار یه اشاره کوچولوی فکر میکنم بهش کردم ببین این دوره نه هفته طول میکشه نه هفته و از 21 جون تا 19 آگست سال 2022 ادامه داره یعنی از 21 جون شروع میشه تا 19 آگست 2022 و ددلاینش کیه تا چه تاریخی شما میتونید واسه این دوره ها اقدام کنید ببین آخرین مهلتی که در نظر گرفته شده که شما برای این دوره اقدام کنی 14 فوریه 2022 14 فوریه 2022 رو من الان تبدیل تاریخ به شمسی زدم میشه 25 بهمن 1400 الان دی ماه اوایل دی ماه و تا 25 بهمن 1400 تقریبا یک ماه یک ماه و نیم فرصت هستش پس از الان اگر مدارکی لازم هستش حتما آماده کنین و اقدام کنید اما شما چه شرایطی باید داشته باشین شرایط اصلیش چیه ببین یه سری شرایط اصلی داره که شما برای اینکه اقدام کنی باید اون شرایط رو داشته باشی بعد از اینکه شرایط رو داشتی حالا یه سری شرایط رقابتی تر هم داره اول بریم سر این شرایط اصلیش که همه بتونن اقدام کنن ببین مهمترین شرطش اینه که شما سنت بالا 18 سال باشه شرط دومش اینه که شما دانشجوی مقطع کارشناسی باشی یعنی در حال حاضر دانشجوی مقطع کارشناسی باشی توی دانشگاهی فرق نمیکنه کجای دنیا دانشجوی کارشناسی باشید در هر دانشگاهی از سراسر سر دنیا یا اینکه به تازگی فارغ تحصیل شده باشین یعنی خیلی مدت زمان زیادی نگذشته باشه از زمانی که شما فارغ تحصیل شدین خود من نزدیک چندین سال پیش مدرک کارشناسی رو گرفتم خب به درد من نمیخوره دیگه حالا اگر شما مدرک کارشناسی تون رو قبل از دسامبر 2021 گرفته باشین واجد شرایط نیستین یعنی خیلی وقت پیشا فارغ تحصیل شدید اما اگر مدرک فارغ تحصیلی کارشناسی تون رو از دسامبر 2021 به بعد گرفته باشین میتونین واسه این دوره ها اقدام کنین که شروع دورم بهتون گفتم کی هستش حالا کلا چه مدارکی میخواد ببین اولین چیزی که لازمه سی وی هستش یا همون رزومه که قبلا در مورد رزومه اینا زیاد صحبت کردیم رزومه رو باید بفرستین توصیه نامه باید آماده کنین توصیه نامه از یه استادی کسی که شما رو به خوبی بشناسه و یه توصیه نامه خوب واسهتون بنویسه در مورد انگیزه نامتون واسه چی میخواین تو این دوره کارآموزی شرکت کنین انگیزه چیه اینو باید بفرستین یه اپلیکیشن فرم هم داره که شما باید اونو پر کنین و همراه مدارک بفرستی واسه شون ریزنمراتتون هم لازم هست. یعنی شما باید ریزنمراتتون رو ترجمه کنین و با این مدارک بفرستین اما سوال اینجا پیش میاد که ریزنمرات باید حتما ترجمه رسمی باشه ما که تحصیل نشدیم برنی حتما به صورت رسمی باشه شما یه ترجمه معمولی هم که انجام بدین یعنی یه ترجمه بدینش کافیه نیازی نیست اینو بخواین برین مهر وزارت خارجه بخور و سفارت ببرین و نه البته سفارت که نداره ولی خب کلا اصلا نیازی نیست که شما ریز رو بخواین ترجمه رسمی بکنید پس معطل نکنین کافی شما برین ریز رو از دانشگاه بگیرین و بدین دارو ترجمه که زودتر ترجمهش کنه ببین حالا ممکنه سال پیش بیاد که این دوره واسه چه رشته های خوبه یعنی چه کسایی میتونن واسه این دوره ها شرکت کنن مثلا کسایی که رشته حقوق خوندن هم میتونن شرکت کنن بچهای هنر میتونن نه ببین بیشتر این دوره مختص کسایی هستش که رشته مرتبط با ریاضیات، کامپیوتر، محاسبات عددی، آمار، علوم پایه و این جور چیزاست. حالا به این پای لپتاپ ببینیم اصلا این دوره رو چطوری میتونیم پیداش کنیم و چطوری واسهش تقاضا رو بفرستیم. خب اولین کاری که باید انجام بدیم بریم به آدرس این سایت و ببینیم مثلا دوره چی هستش من لینک این سایت رو میذارم تو توضیحات همین ویدیو بچه همیشه توضیحات این ویدیوهایی که تو این کانال میذارم رو ببینین چون سعی میکنم لینک های مفید رو بذارم اونجا که حالا استفاده کنین راحت تر باشه و خیلی وقت ما مطالب مفیدی هستش تو توضیحات حالا بریم سراغ این وبسایت لینکش رو گذاشتم تو توضیحات کلیک کنین وارد این صفحه میشین ببین اینجا چهار تا قسمت داره overview, FAQ, sponsors و اپلای. خب اول همون قسمت اوورویوش نگاهی بکنیم اومده توضیحاتی در مورد این دوره داده و تو این قسمتش که الان واسه هایلایت میکنم دقیقا همون توضیحاتی که بهتون گفتم ببین 3800 دلار بهتون کمک هزینه میده بلیت رفت و برگشت و هزینه های مسافرتتون رو پرداخت میکنه تو دو اون دوره که حالا شما دوره کارآموزیتون رو میگذرونین و تو لس آنجلس هستین هزینه های اقامتتون رو هم میده منظورم خونه و ایناست و البته شما تو کمپس UCLA هستین که خب به خوب تجربه است دیگه وعده غذایی رایگان هستش حتی توسط خود همون اسپانسر های این پروگرام اینه آمازون و علی بابا و خیلی دیگه شما اون محل دوره کارآموزی و حتی خود دانشگاه رو میتونین یه گشت و گذاری توش داشته باشین اینجا سایت ویزیت منظورش گشت و گذاری تو همون محل دوره کارآموزی این و ایناست و اینکه اگر تو این دوره لازم بشه حالا شما یه سری کنفرانس ها رو هم بخواید شرکت کنین حالا چه تو همین دوره چه در آینده مربوط به این دوره کارآموزیتون بخشی از هزینه سفرتون رو هم ممکنه پرداخت بکنن که خب اینم خیلی خوبه و مورد آخرش حتی برای دانشجوی اینترنشنال میان اسپانسر ویزاشون میشن و شما خیلی راحت تر میتونید ویزا بگیرین الانم که دوره بایدن خب خیلی شاید سخت نباشه ویزا گرفتن خلاصه شرایط خیلی خوبیه تو این پاراگرافش هم اومده گفته که تمام دانشجوی اینترنشنال میتونن تو این دوره شرکت کنن حالا یا باید دانشجو باشن یا فارغ تحصیل شده باشن تازه فارغ تحصیل شده باشن و سنشون هم بالای 18 سال باشه حالا بریم تو قسمت FAQ یه سری توضیحات و سوالای خوبم اینجا هستش مثلا یه نفر اینجا پرسیده که این دوره کارآموزی به صورت حضوری برگزار میشه یا به صورت آنلاین خب اینجا جواب دادن که طبیعتا به صورت حضوری برگزار میشه احتمالش هم خیلی زیاده چون شرایط بهتر شده اما معلوم نیست ممکنه یه شرایط عوض بشه و ترجیح بدیم که اینو به صورت آنلاین برگزارش کنیم ولی احتمال خیلی زیاد به صورت حضوریه سوال بعدی شما گفته که حالا کیا میتونن برای این دوره تقاضا کنند درخواست بفرستن گفته که شما یا باید دانشجو کارشناسی باشی یا تازه فارغ و تحصیل شده باشی و اینجا نکته که بهتون گفتم و اینجا نوشته نوشته اگر شما تازه فارغ و تحصیل شدین باید مدرک کارشناسیتون رو اون مدرک پایان تحصیلاتتون رو از اول دسامبر بعد گرفته باشین از اول دسامبر تا تاریخ شروع دوره که حالا یه جا پایین تر اینجا نوشته بود بذار من واسهتون پیدا کنم آره دوباره این سوال اینجا تکرار میشه به نوع دیگه و داریم میگه که آقا شما مدرک کارشناسیتون رو بین دسامبر تا جون سال 2022 یعنی دسامبر 2021 تا جون 2022 باید گرفته باشین اگر قبل از دسامبر گرفتین شما خیلی وقت فرقو تحصیل شدین و امکانش نیست واسه این دوره شرکت کنید سوالی دیگه هم اینجا داره که خب حالا ما نمیخوایم خیلی وارد توضیحاتش بشیم ولی سوالای مهمترش رو میخوام بهتون بگم نکته بعدی گفتم که توصیه نامه هم لازم داره حالا اینجا پرسیدن که آقا توصیه نامه رو چجوری باید ساب میت کنیم نوشته که شما موقعی که میخواین این فرم اپلیکیشن رو پر کنین باید اطلاعات تماس اون نفری که قرار شما رو توصیه کنه بنویسین و ما واسه اون فرد یه ایمیل میفرستیم و اون فردی که حالا قرار شما رو توصیه کنه ایمیل رو که دریافت کرد رو اون لینک کلیک میکنه و وارد یه فضایی میشه و اونجا میتونه توصیه نامه برای شما بنویسه شما اگر توصیه نامه از همین الان اون فردی که قرار واسهتون توصیه نامه رو بنویسه پیدا کنین باهاش صحبت کنین و موقعی که شما اپلای کردین به اون فرد بگین که منتظر باشه چون احتمال خیلی زیاد یه ایمیل که حاوی لینک هستش واسهش ارسال میشه و اون فرد که دوباره شما رو توصیه میکنه باید رو اون لینک کلیک کنه و توصیه نامه رو بنویسه سوال بعدیش هم سوال جالبیه گفتی که آقا ما ریزنمرات رو لازم داریم یا نه دقیقا همون مطلبی که بهتون گفتم دقیقا تو همین خط اولش گفته گفته که شما باید ریزنمراتتون رو بفرستین اجباری هستش اما نیازی نیست که به صورت رسمی باشه میتونی به صورت آن آفیشال بفرستین واسه شد خلاصه این قسمت هم جالبه یعنی اگر دوست داشتین این سفر رو هم بخونین قسمت FAQ سوالات متداول چون خیلی به دردتون میخوره تو قسمت اسپانسرز هم نوشته که حالا کیا قراره این دوره رو اسپانسر باشن به عنوان مثال آمازون، AMD، ام گوگل یا علی بابا اینا خب خیلی معروفن یعنی IBM آی اینا رو دیگه فکر کنم هر کسی میشناسه و واقعا دوره کارآموزی خیلی خوبیه خب یو هم که دیگه یکی از بهترین دانشگاهی دنیا است خب طبیعیه اگر دوست داشتین میتونین این ویدیوهاش هم به صورت کوتاه ببینین که اصلا داستان چیه اومدن دوباره یه سریا مصاحبه کردن از صداشو قطع کنم مصاحبه کردن, کردن. نشون میده که فضاش چه شکلیه مثلا شما پروژتونو رو باید دفاع کنین انتهای کارآموزی یه توضیحاتی در موردش میده که حالا اگر دوست داشتین نگاه کنین بعد از اینکه این کار رو انجام دادین میریم قسمت اپلای وارد این قسمت که شدین اینجا بهتون یه لینک داده روی این لینک کلیک میکنین وارد این صفحه میشین و دوباره یه سری توضیحات در مورد این دوره داده و رو گزینه اپلای کلیک میکنین تو این قسمت که وارد شدین شما یه ایمیل و یک پسورد باید وارد کنین اگر بار اول هستش که میخواین اپلای کنین و اصلا اکانتی ندارین ایمیل و پسوردتون رو که نوشتین رو این گزینه هم کلیک کنین چون نوشته This first login Please account for me. داره میگه که یه اکانت برای من به صورت جدید بساز چون دفعه اولمه و وقتی شما رو لاگین بزنین براتون یه اکانت میسازه با همین یوزرنه و پسورد اگر هم قبلا اکانت ساختین خب این تیکو نزنین دیگه با همون ایمیل و پسوردی که دارین فقط کافیه لاگین کنین و بعدش هم مراحلش اینه که شما باید اسم و فامیلتون رو بنویسین مدارکتون رو آپلود کنین و پروسه اپلیکیشنش خیلی راحته امیدوارم این ویدیو هم واسه مفید بوده باشه اگر خودتون شرایطش رو دارین حتما واسه اپلای کنین ولی اگر شرایطش رو ندارین لطفا حتما واسه دور بفرستین حالا تو گروه های مختلف شیر کنین چون خیلی از ماها نیاز داریم که از این فرصت ها استفاده کنیم و راه و برای خودمون باز کنیم که بتونیم مهاجرت خوبی داشته باشیم اگر دوست داشتین حتما این رو بقیه کنید و به من هم خبر بدین چون من هم خوشحال میشم و یادتون داره این ویدیو رو هم لایک کنید. دمتون گرم مرسی که ویدیو رو تماشا کردین تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار